آیا در میان کسانی که جزو اصحاب سید و شهده بودند فردی بود که حق و ناس گردن او باشد و جزو اصحاب حضرت در روز آشورا قرار داشته باشد اگرچه امام حسین علیه السلام در جستجوی یارانی بود که به کمکش بشتابند هر کسی را هم نمیپذیرفت آن حضرت در آن حیث و بیس از باب رعایت حق و ناس بدین میاندیشید که مبادا کسی از یارانش حقی از مردم برگردن داشته باشد پس کسی را معمور کرد به جمع یارانش برود و از جانب امام اعلام کند لا یقاتل معی رجل علیه دین فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من مات و علیه دین اخذ من حسناته یوم القیامه یعنی کسی که بدهی دارد نباید با من به جنگ بیاید من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود هر که وامدار بمیرد در قیامت از حسنات او بر در روایتی دیگر آمده است یک نفر برخاست و گفت همسرم پذیرفته است که بدهی مرا بپردازد امام فرمود آیا میتواند بپردازد همچنین روایتی آمده است که یکی از یاران امام گفت من بدهکارم آن حضرت به او نیز فرمود کسی که بدهکار است نباید همراه من به جنگ آید همچنین نقل کرده اند در راه کوفه مردی با پسر امویش امام حسین را ملاقات کردند امام به آن دو فرمود برای یاری من آمده اید یکی از آن دو گفت من مردی سالمندم و بدهی فراوان و خانواده ای پر جمعیت دارم همچنین اموال مردم نزد من است و نمیدانم که چه می شود و دوست ندارم که آن امانت تلف شود آن دیگری نیز مانند او عذر آورد در این هنگام امام نفرمود که یکی از شما به دیگری وسیعت کند و دیگری به یاری من آید بلکه عذر هر دو را پذیرفت و از آنها خواست که بروند در روز آشورا اصحاب امام حسین در کشته شدن پیش روی او از یکدیگر سبقت می گرفتند. آنان خود را پیشمرگ امام و بنی هاشم کردند و اجازه ندادند امام و خاندانش زودتر کشته شوند اهل بیت امام نیز خود را پیشمرگ آن حضرت کردند تا اگر چه اندک زمانی شهادت امام به تأخیر افتد اما از میان اهل بیت نخستین کسی که از جهاد خواست علی اکبر بود بزرگترین فرزند امام بزرگترین فرزند امام که در صورت و سیرت بسیار شبیه پیامبر بود یکی از نقاط درخشان آشورا همین بود که امام نخست از جوان خیش گذشت و او نخستین شهید از اهل بیت است و هنگامی که وی از امام از جهاد خواست آن حضرت بیدرنگ به او اجازه داد